خدمت سازمان جدید و تأسیس دیاموند فیلم و سینماگران ایران به صورت فیلم در آمده است. امید است این فیلم آموزنده را بپسندید. صد سال به این سالا خدمت نمیرسیم. پول مول چی داری؟ رو کمیت بینیم. تو نمیری حلال زاده ای، همین الان تو فکر تو بودم. این حرفا چیه؟ تو نمیتونی به فکر من نباشی. میگم هیچ میدونی بده این چقدره؟ 3500. چی؟ کور خوندی داشتم، شده 4000 تومن. اونم اگه تا 2-3 روز دیگه نپردازی تاکسی تو توقیف میکنم. اکی انصاف تو شکر، آخر رحمت کو. 10 روز دیر شده 500 تومن رفته روش بابا. ای والا تو هم تا ریش تو دستته هی قیچی کو. باشه نوبت ما میرسه، حالا کچی میری برسونم. نه خیلی لازم نکرده، اینو باش که میخوا با این تاکسی قرازش منو خر کنه. خر خودت بارا بابا. تو هم شورشه دیگه در ورده ببوری شانس شب و روز هی کار کنه. تحویل این بیانصافا بده. هی مرام تو، ایمون تو، جلل خالق باشم. راستی چه جلل خالق. ستاره اقبال خیلی بلنده. الحمدلله. تو یه مسافرت در پیش داری. تو این سفر یک آدم چاق و چله جونم واسط بگه چشم و ابرو مشکی بهت بر میخوره. کی؟ میدونی اون چی کاره؟ نه بگو ببینم چی کاره. یه قصابه جونم، یه قصابه. قصاب؟ کاروبارت خوب میشه به شرطی که یه چیزی در راه خدا بدی. این حرفا برا من فایده ای نداره. به من بگو ببینم بدهکارا به من بدهیشونو کی میپردازن؟ خب معلومه دیگه، سر موعدش. رد کن بیاد ببینم که امروز موعد 100 تومنه. زود باش یالا. ای بابا اصطلاح خان، تو هم وقتی را بردی ما یه چیزی گفتی، تو هم باور کردی. من این حرفا سرم نمیشه. اگه همین 2-3 روز پولمو ندی سند خونتو میذارم اجرا، خونتم توقیف میکنم. فهمیدی؟ نه تو مرد با شرفی هستی، هیچ وقت همچی کاری نمی کنی، اونم با من. یه وقت ممکنه روحم در عذاب بیفته.
بیفته و مجبور بشم با اوراد و تلسم و جادو تو رو به یه سوسک مبدل کنم. سوسک سهله. اگه منو به عقرب و افعی و لوتینم تبدیل بکنی من خونتو میذارم اجرا. برو برگردم نداره. اینو باش آماجون یه نگاه مواظب دفتر من باش تا من برم برگردم. بیدارم کجا میخوای بری؟ یه کار کوچیکی دارم داداش. الان منم شاهدم یه نفر منتظرش نمیشه تن خوش بزنه. مرد یا زنه؟ والله نه زنه نه مرد. خیلی خوب خیلی خوب خودم فهمیدم. برو زود برگرد. برو خدا به همراه. خیلی ازتون ممنونم داداش. برو جبونی کجایی که یادت بخیره؟ اینه همهد کتور تو خواهیتو پیر میدونی. آره از خلی دیگه از من شما گذشته. اوه از تو ممکنه گذشته باشه ولی از من نگذشته. اینه چکی میفرمی؟ خیلی خطش اینه همهد که من بعد از مردن زنم تمام عشق و ایمونم عبادت به خدا. عجب عجب حدیشم تنها آرزوم اینه که جمال خوشبخت بشه. بابا اسدالله اصلا شرف نداره. آره از اون عوضی های روزگاره. بله حلالزاده هم از دخترشه. این هم درست به صاحبش رفته. باباش چیوه مردم خالی میکنه دخترش هم قلب مردم. قربون و نیکلش برم چرا نمیاد قلب ما رو خالی کنه. بابا ولش کن بزن بره حوصله داری. ایو مینو دختر اسدالله‌سا. آره خودشه. کجا داره میره با این همه افاده؟ حتما میره قسط باباشو جمع کنه. نه عفت خانم جون اون به این سادگی هم واسش عروسی نکرده. والا بتون خانم مادر شوهر خودش بهم گفت. نگاش کن عفت خانم میبینی چه فیس و افاده‌ای داره. اون اگه فیس و افاده نداشته باشه من و تو باید داشته باشیم. اون پیرنی که تنشه از پولای شوهر بدبخت منه. سلام اکبر آقا جون. سلام از فرخان. حال چطوره؟ خوبی؟ بفرما اسقلام دو دو چای قم پهلو بده اینجا. خب اسقر آقا صفا بردی چه عجب این طرف ها. عجب نباشی ما که دائم اینجاییم. آه برمونه تو چای بدبخت هست اینجا دیگه. این هم مال شما. ببین اسقر اسقرخان من این آدم رو خیلی بهتر از تو میشناسم. اگه یه ساعت نزول پولش دیر بشه خودی و نخودی و آشنا نمیشناسه. آنی چپ و سندتو میذاره اجرا. و این یه دونه خونم که با هزار بدبختی واسه زن و بچه ساختی از چنگ در میاره. خلاصه از من گفتن و از تو نشنیدن. مواظب باش بلایی رو که سر دیگرون در آورده سر تو در نیاره. دیگه خود ای بابا اکبر آقا جون این حرفا چیه میزنی؟ گاهی اوقاتم بالاخره رمی تو درش میاد. مثل عباس آقا که تاکسی داره اونم بهش سالهاست بدهکاره. پس چرا زیاد بهش فشار نمیاره؟ بین خودمون باشه عباس آقا با تو خیلی فرق داره داشت از قرد. اونو به خاطر زنشه که زیاد سر به سرش نمیذاره. جای خواهرم باشه زن خیلی نجیبیه واسه همینه که حالا تیغش بهش کارگر نشده. راستی اکبر آقا جون تو چطوری باش کار میکنی؟ حساب ما دیگه چیز دیگه است. جریاناتیه که من مجبورم باش کار کنم. آخه منم کلی بهش بدهکارم. دو برابر بدهیم چک و سفته پیشش دارم. اینه که نمیتونم از جام جام بخورم. خلاصه سرتو درد آوردم. چایی تو بخور تا نگفتم بیام ببرنش. سلام چی شده مریم؟ خواهش میکنم کمکم کن جمال. من دیگه نمیتونم این وضع تحمل کنم. آروم باش مریم آروم باش. خوب نیست اینجا گریه میکنی. بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. مثل همیشه جرأت ندارم تو خیابون را برم. همه منو میشناسن
همه اهل من منو توفو لعنت میکنه. همه اینا به خاطر پدرته. تو که تقصیری نداری. میدونم اونا از دست پدرت دلشون خونه، زورشون به اون نمیرسه، اون وقت تلافیشو سر تو در میارم. تا کی من باید این وضع تحمل کنم؟ تا کی؟ تا وقتی که با پدرت زندگی میکنی باید تحمل هر حرفی رو داشته باشی. به هر حال این وضعیه که پدرت برات به وجود آورده. من امیدوارم بتونم هرچه زودتر تو رو از این زندگی پر جنجال بیرون بیارم. جمال، تو با برادرت صحبت کردی؟ آره، همه ی جریان رو بهش گفتم. اون با عروسی ما موافقه؟ البته، برادرم جز سعادت و خوشبختی ما هیچ آرزویی نداره، ولی پدرت اون چی؟ من دیگه به سن قانونی رسیدم، حق اینو دارم که درباره زندگیم و آینده خودم بتونم تصمیم بگیرم. با وجود این باید حتما رضایت اونم جلب کرد. کی میتونه اونو راضی کنه؟ چیش خرونو چرب بسید؟ اکبر، اکبر. بله آمیرزا. خب آمیرزا، با بنده فرمایشی ندارین؟ نخه، میتونی بریم. یادت نره جریانو بهش بگو. بهش بگو تو منی سیشه یک شی کمتر نمیشه. باشه قربون، سعی میکنم حتما جوشش بدم. خب با اجازتون من مرخص میشم، خداحافظ. شما برو، به خاک سپردمت، خوش اومدی. بله قربون، فرمایشی بود آمیرزا جون. مواظب حجره باش. بله چشم. اگه کسی پول آورد ازش بگی. اما رسید مسید به کسی ندیا. ای بروی چشمم، هرچی پول دادم میگیرم، اما به کله مبارکتون نم پس نمیدم. باریکلا. جد باریکلا. من با این بره بچه ها میرم دکون اسقر رو تأمین کنم. فهمیدی؟ بله. این مردی که 2 ماه نزول پولش عقب افتاده. بریم بچه. به سلومم خوش اومدین. ای بری و بر نگردی آمیرزا. آخدا چطور میشد این سرشو میذاش زمینو دیگه از جاش بلند نمیشد، خیال یه عده بدبخت و بیچاره رو راحت کنم. این شیرین زبونی ها دیگه برا من بیفایده است. خیال کردی به همین سادگی میتونه مال مردم و صاحب بشی؟ بله. من تو عمرم آدم به بدجنسی تو ندیدم آمیرزا. نفهمیدم من بدجنسم؟ من؟ بیا اینم نزول پوله. بله من هر کی ادعای پولشو بکنه آدم بدجنسیه. شماها بشین، از شماها میپرسن. اوشی خریدی هر پسا به چرا ساکتی؟ من آدم بدجنسیم. کی میگه شما بدجنسی؟ بابا اصلو خان، شما کتابی هم مگه سر تا پای طلبه چقدر هست؟ چقدر هست؟ 10,000 تومن بهش پول دادم تا این دکون رو برا کرد. بله. تا حالا هرچی هم درآورده یه پاپاسیش هم به من نهد. نده. ای انصاف تو شکر، خدا نشناس، من که تا حالا 2 برابر اصل پولم بهت پول دادم، میگی هیچی ندم؟ نه آمیرزا سلا، اجارت های 500 تومن بابت از سفرش حساب کن، بقیهش هم بهت یواش میرسونه. خدا کریمه. آره. اینم دست و بالش تنگه، دیگه خودت یه جوری باش را بیا. به خاطر گل روی تو این دفعه‌م گذشت میکنم، ولی اگه همین روزا پولم رو بهم نده دیگه ازش نمیگذرم. نه جون تو نفسه، یا باید بره اون تو آب خونک بخوره یا پولم رو. بله قارونه تو ازت ممنونم که روی ما رو زمین انداختی. بده من قبقبو. باشه باشه، این دفعه رو گذشت کردم. را بیافتیم بچه ها. بریم بچه ها. شمال صحابه است قرنون تو ازدن علی یاره. پسر امروز هرکی از اینجا میخوره ازش پول نگید، همش مجانیه.
رفیق بنده کمر برو به دنده ببینم از تو طوله به داره میخنده بده به دست داشت اون ناچار فرانسه این دوباره پیچ و عوضی بسته ندونیم ندونیم چو بین ما فضوله میدونیم میدونیم کار عمل فضوله اگه یه دفعه دیگه فضولی کردید داشت آی بچه گوش بدی یه زن میگیری براش خدا عوضتون بده از خدا میخوام بیا یه دست میکن بشید بگیریم کن به دست من وقتی گفتم حساب بزن کی اینو درست کرده بگیم به من بگیم به من ببینم از تو طوله به داره میخنده بده به دست داشت اون ناچار فرانسه خودو پنگی دوباره پیچ و عوضی بسته ندونیم ندونیم که بین ما فضوله میدونیم میدونیم کار احمد فضوله اگه یه دفعه دیگه فضول کردی داشت آی بچه ها گوش بدی یه زن میگیری براش سامان کن داشت کنی خدا قوت سلام مجموعش بچه ها خسته نماشی چطوری؟ بچه ها چطوری؟ خوب نیستش خلیل خان دیشب تا صبح چشم هم نذاشت بابا آخه یه دکتری یه دوایی همینطوری ولش کردی به امون خدا والا شما چه پنون خلیل خان دست بالم پاک خالیه خالیه هرچی در میارم یا باید بدم دست اصدال و نزول خور یا این که خرج این خر لنگ بکنه آخه این چشه نمیدونم والا چه مرگشه موتورشو درست میکنی لاستیک نداره لاستیک میگیری گیر بوکسش خراب میشه هر طرفشو میگیری یه طرف دیگهش در میره خلاصه ما تو خط گاراژ کار میکنی انشالله وقتی که قرض مرزتو زدی تبدیل به احسنش کن چطور؟ نمیدونم والا چی بگم ما قاشزینو بگیریم از سبونی پیش نشم همینقدر که بتونیم بده اینشو بدین برا با نمیستادم بفرمایین اینم عباس آقا سلامی زست الله چه سلامی چه علیکی مرد حسابی حسابمون چطور میشه حسابت روشنه میزست الله قل و قشی هم توش نیست 3000 تومان بده کار بودم 2000 تومان هم نزوله شده میشه 5000 تومان درسته؟ درسته ولی کی میخوای پرداختش کنی هر وقت پول داشتم که کی نداره چی؟ شاید تو تا آخر دنیا پول گیرت نیومد تکلیف من چی میشه؟ آخرش که پول به دستم دوی تاکسی رو میفروشم و قرض تو میدم شنیدین؟ شنیدین آقا چی فرمودن؟ واقعا خنده داره مرد حسابی این چیزا برای من پول نمیشه اصلا چرا ماشینو بفروشی؟ ماشالله هزار ماشالله عیال به اون قشنگی داری باید کاروبارت خوب بشه مقصودت چیه پیر سک؟ مقصودم اینه که اون میتونه بهت کمک کنه این نه هم آرده کنید این برا برمار نگاه جلبشم بگیریم بکنیدش زندون تا اون بفهمه با کی طرفه یه تو نه خیالت راحت باشه اخ گلای ما گربونه
بفرمایید. جای نوکر شما. الهی که من خودم درسته قربونت برم. بیا جون. بفرمایید. میشینم و چشمم کور میشه، میشینم و دندم درد میشه. جونم پولی رو که میخواستم برام آوردی؟ آره جونم، آره عمرم. از دلو جون میخواستم یه خواهشی ازت بکنم. خواهش؟ بگو عزیز دلم. پسر خاله ای من 1000 تومان بهت بدهکاری. فریبرز میگم، فریبرز قوی نیست. میشناسمش، خوبم میشناسمش. اگه ممکنه. اگه ممکنه چی؟ از نزولش صرف نظر کن. چکشم بهش بده. چه؟ اوه نگو. بذار به حساب من. به حساب تو از نزوله ای صرف نظر کن، چکشم بهش بده. به حساب من، به حساب من. اما یه شرط دارم. خودش چیه؟ شرطش اینه شنگت بکنم. آخه عزیزم این همه وقت تو داری منو سر میگردونی. آخه قربون اون شکلت برم، هنوزم یه دقیقه سر کن. اگه بخوای تا صبح همین رقمی واسه صبر میکنم. اونو به تو میسپرم. خودت خوب میدونی که تمام امید و آرزوی من همین یه بچه است. اونو از من نگیر. مامان چی میگی عزیزم؟ من میترسم. از چی میترسی عزیزم؟ من که پلوت هستم. مامان نظر من از تو بگیرم. کی بگیره زهره جون؟ خود بچه دوست داره. نه مامان. آره عزیزم، خب حالا دیگه بخواب، منم همینجا پلوت میشینم. هیچ فرقی نکرده، هنوز از جون میگه. بابا جون توی؟ آره دخترم. این برای چی خریدی؟ این مال توی؟
بده دخترم. من اینو نمیخوام. از این قشنگترش میخوام. خیلی خوب زهره جون، من خودم یه دونه قشنگترشو برات میخرم. حالا بخواب جونم. بخواب عزیزم. امروز صبح زود همین که از خونه رفتی بیرون اسدالله اومد. دیگه آبرو برای ما باقی نذاشت. عباس چرا پولشو بهش نمیدی خودتو راحت کنی؟ از کجا بیارم بدم؟ برای بچه ها تو گاراژ بهم گفتن تاکسی رو بفروشم و قرضشو بدم. خب بی خودتو راحت کن. بعد از کجا بیاریم بخوریم؟ تو خیال میکنی اگه من تاکسی رو بفروشم چیزی دست منو میگیره؟ همشو باید بدم دست طلبکار. اون گردن بند منو ببر بفروش، پولشو بهش بده تا فعلا صداش بخوابه. من خوشم نمیاد این مرد پاشو در خونه ما بذاره. نمیدونی چه آدم هیزیه. هر وقت چشمم به چشمش میفته بدنم میلرزه، مثل اینکه با چشمای هیزش میخواد آدمو بخوره. اگه پای شما ها وسط نبود قید همه چی رو میزدم و از این شهر میرفتم. میرفتم یه جایی که دستمون به من نرسه. ولی چه کنم که شما سر رای من هستی. این حرفا چیه میزنی؟ تو بهتره به فکر چاره باشی. تو که نمیخوای مال مردمو بخوری. هنوز اون کسی که بتونه پول اسدالله رو بخوره از شکم ننش در نیمده. من که نمیخوام پول شما رو بخورم. من فقط چند رو از شما مهلت خواستم. 24 ساعت بهت مهلت دادم، هیچ غلطی نکردی. آمیرزا این پسر خوبیه، نمره حساب هندساش همیشه 20 بوده، نزولش هم سر وقت داده. یه چند روز دیگه بهش وقت بدیم بالاخره. نفهمیدم تو برا من کار میکنی یا برا مشتری ها؟ اختیار دارین، مادر بزرگ ما شمایی. پس خفه خون بگیر و سر جاد بتمرک. چشم، ما دیگه یک کلمه هم حرف نمیزنیم. رحم داشته باش آمیرزا، تو حتی فرش زیر پای منو توقیف کردی. تو فکر زن و بچه منم نمی کنی؟ اونا دارن روی حسیر زندگی می کنن. رو حسیر؟ رو حسیر زندگی می کنن. به من چه؟ هر قبرستونی می خوان زندگی کنن. آمیرزا تو قبرستون هم دیگه جا نداره. فوله باستو فضولی کردی پسر، کارتو بکن. ایه خیلی آقا اسدالله، تو رو با اون کسی که میپرستی و دوستش داری یه چند روز دیگه هم به من مولت بده. من هیچ کس رو دوست ندارم، فقط پول رو دوست دارم، فهمیدی؟ یا لزود باشین بندازینش بیرون. نه نه، بذارید حرف بزنم. رحم داشته باشم ایرزا، من زن و بچه دارم. خیلی حرف میزنه، بندارم. رحم داشته باشین، من زن و بچه دارم. رحم کنید. میگم که حالا که بچه کمی حالش بهتر شده مواظب باش دوباره سرما نخوره. چشم آقا. از صدقه بقالم هرچی خواستی بگیر، من سر بوش باشم. خیلی خوب، اونم چشم. خدافظ. به سلامت. صرف صرف خودشه، همه که اونجا بایسته. ایشونه عباس شما هستی؟ بله. این آقا حکم جلب شما رو داره، با من بفرمایید کلم تری. خیلی خوب، بفرمایید. نه خواهش میکنم اونو نبرین، اون پول شما رو میده، مطمئن باشین. برو تو نزد بچه بفهمه، برو تو نمیخواد التماس کنه. بفرم یه هلقه بیافت. بفرم عباس سواز تو جمع کن، به پهل دستت نیفته بشته. خانا جمع باشین آمیرزا. میدونی اون قیمتش چقدره؟ چقدر؟ اگه از دست بیفته پول سر کلت میکنه. فکر میکنی آمیر جا؟ قشنگ تمیزش کن بده سر جا. همین الان پاستوریزه میکنه. آوری کلا میبینی دختر جون چه ثروت انگفتی به هم زدن. ثروتی که از روی آزار دیگران به دست بیاد به چه درد میخوره پدر؟ تمام کوشش من برای اینه که راحت و خوشبخت زندگی. به عقیده منم تمام سعادت و خوشبختی بشر فقط تو پوله. پوله که حلال مشکلاته. برای منم که مشکلی وجود ندارم. چرا باید خوشبختی ما با نابودی و بدبختی مردم تأمین بشه؟ این حرفای سر تا یه قاضی پاپاسی هم ارزش نداره. البته برای شما پدر. دختر جون عقل داشته باش، نگاه کن
گنجینه ی حضرت سلیمون پیش منه. ولی به نظر من گنجینه ی پدر نازنینم بیشتر از گنجینه ی حضرت سلیمونه. آفرین، حالا داره کم کم عقل و شعورت سر جاش میاد. واقعا که آمیرزا خوش به حال دخترتون. پول مال منه، چرا خوش به حال اون؟ آخه شما وقتی انشالله خدا خودش کمک کنه سرتون رو زودتر زمین بذارین ثروتتون به اون میرسه. خفه شو، از کجا معلومه که من قبل از اون بمیرم؟ چه فضولی ها میکنه؟ من نمیخوام وارث شما باشم. اینو مطمئن باشین که هیچ چشم داشتی به مال شما ندارم. گوشتتون فهمید دخترتون چی گفت؟ برای تو گفت، نه برای من، چون من گوشم از این حرفا پره. خب یه مغنی خبر کنین خالیش کنه. نمیخوام ریخت قیافه نحس تو ببینم. برو گوره تو گم کنده، برو با این کاره. خیلی خوب، میرم بایدم گورم رو گم کنم. پدر، من کوچیکتر از اونم که بخوام شما رو نصیحت کنم، ولی برای رضای خدا انقدر به این مردم بیچاره ظلم نکن، خدا رو خوش نمیاد. این شعر رو ورایی که به گوش من میخونی ها بیفایده است. اگه برای حرف زدن پولی میدادن، من از اون آدمایی بودم که تو خوابم حرف میزدم. آره قربونت برم. پدر، تو هیچ احساسی جز پول جمع کردن نداری. مادر بیچارم از دست تو دق کرد. برای من احساساتی نشو، تو حالا جوونی و عقلت نمیرسه. وقتی بزرگ شدی میفهمی که حق با پدرته. تو از کوچیکی تو ناز و نعمت بزرگ شدی، اما من نه. روز دوم سومی که پا تو این دنیا گذاشتم، از بس گریه کرده بودم پدرم قایم زد تو گوشم. این حقیقت رو وقتی بزرگ شدم مادرم بهم گفت. من تا وقتی که پدرم زنده بود ازش نفرت داشتم. من نه محبت پدر و مادر دیدم، نه دوست و رفیق. پول همه چیز منه، رفیقمه، دوستمه، فامیلمه، حتی شرف و حیثیت و ناموسمه. میفهمی دختر جون، ما اگه تو زندگی پول داشته باشیم همه چی داریم. روزی که دست و بال من خالی بشه، اون روز روز مرگ منه. بسوزی این فلک، آبند زندونم چرا کردی؟ تو لا کردار عجب ظلم بدی در حق ما کردی محبوب من. من اینجا توی زندون، من اینجا توی زندون، و زن و فرزند من گریون. خدایا این همه غم را چرا بر من روا کردی جان؟ عزیزم Ma
کنم. من نمیرم بشینیم. بشینیم. خب تو شام چی میده؟ تازگی ها خیلی عالی شده. آره. هر چی باشه به ما میسازه. غم خودت که. چکر شما. شامو بل کنم بیام. فردانم چی کار کردی؟ هیچی جونتو. نه تو میری. یک کاری کردی آوردنه. بیگناه. ما اصل فرقه چیزی نیستیم. پاک بیگناه بیگناهی. نگفت. اینو که ما هم میدونیم جریانو تعریف کن. آره. جونم واسه بگه هوا سرد بود. اومدم دستمو گرم کنم. یهو دیدم یکی مثل عجل مچ دستمو گرفت. دا تبارا جیبارا جیبار پاره گذاشتیم به فرار. اون بودو من بودو اون بودو من بودو. خلاصه مردم جمع شدن منو گرفتن. اصلا بلکن نبودن. هر چه التماس کردم خواهش کردم که بلم کنم فایده نکرد. تو بعد تو چی اصلا به قیافه من میاد که جیبار بشم؟ نه آخه شما بگیم چونه من میام؟ نه بقیده من تو اگه از دیوار مردم بالا بری خیلی بهتره. اصلا سنگین تری جون تو اصلا جیببری دزدی به قیافت نمیاد. نمیاد که نمیاد. چی شد؟ اینه باش که داره منو کرف کنه. از شما میپرسم قیافه من بیشتر به دزدا میره یا به آقا؟ آقای سخن تا اونجا که من یادم رفیق تو از خلقت بشر دزد بودی. حالا از این حرف نه با من بودی؟ نه بابا چاکرتیم سیگار برسه ببینی؟ ای بچهش روشنش کن داشتم پاش بشین اونجا یالا بهت باق جعفر صفحه کنی یالا قربون دارم بای جاده بای جاده قربون تو بایش میکنم بفرما قربون تو بفرما جعفر قربون دسته بزن بینیم بابا دود کن بیجونم قربون اکاله ابساق شما شما بفرما قربون شما این فرده که از کجا آوردی؟ یادگاری رو فقط منم لنجش داره هم ده کجا گذاشتم؟ واده از خود چی شده فندک؟ چی شده؟ اگه یه دفعه دیگه دست تو جیب من بکنی هرچی دیدی هر چش خود دیدی با بیا بابا این فندک مال تو نخواستی بعدش کن انگار نوبرش آورده. آره خب داشتم تو چی کار کردی؟ بده کار بودم به کی؟ به اصطلاح شرخر با 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 چه آدم شریفی پروردگارا تو رو به جلال و بزرگیت قسم قرض قرضمندان رو ادا کن حاجت حاجتمندان رو روا کن همه ی مریضا رو شفا بده از لطف و مرحمتت به زهره منم سلامتی عطا کن ای خدای بزرگ عباس منو از زندون نجات بده اسدالله رو به راه راست هدایت کن خداوند آخه به بعضی زنها نمیشه اتوین اونجا دیر به جنبی سرتو کلا میذارن تو الان گوشه این زندون افتادی و اون معلومی چه کارهایی که نمی کنه با دومش گردو میش کنه که شیش دانگ از دست تو خلاص شده خفه شو زن من از اونایی نیست که تو فکرشو میکنی آره تو بمیری زن تو یه فرشته هست یه فرشته یه آسمونی اگه یه دفعه دیگه راجع به زن من حرف بزنی دندوناتو میریزم تو دهنت فهمیدی یا نه آره جونم فهمیدم خیلی هم خوب فهمیدم ولی بازم بیاد میگم من خبیبه زن جماعت اطمینون نکن هر چی باشه این داشت دیک دو تا پیرن بیشتر از شما پاری کرده حالا این یه پیرنه ول کن که ستا نشه بابا چرا نمیذاری بخوابه چش دوی جون چش بگی بخواب ما دیگه خفه خون میگیریم شست و شیش شست و هشت هفتاد و یک صد و یازده دوازده چیه؟ از اتلو زدم نجا گرفته یکی یا دو تا حالا تو میگی من چی کار کنم؟ نمیدونم به کلی دیوانه شد باور کنم نهایت محبت به ما میکنه آخه این مرد خیرخواهی که تو ازش صحبت میکنی اسمش چیه؟ من نمیدونم اسمش چیه گوش کن سیبا تو حق نداری دیگه از این مرد چیزی بگیری هرچی تو خونه داری بفروش ولی از کسی چیزی نگیر
خواهش میکنم. اگه ممکنه برو خونه اسدالله بهش بگو تاکسی رو بفروشه و طلبش رو برداره. خواهش میکنم به خاطر نجات من این کارو بکن سیما. من از اینجا خلاص کنم. من دیگه نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. نمیتونم تحمل کنم. باید تحمل داشته باشی. ها تازه اول کار کجاشو دیدی؟ خواهش میکنم اونو آزاد کن. اون قول داده که تاکسیشو بفروشه تمام پولتو بهت بده. قربون اون شکل ماهت برم. تو چرا جوش میزنی؟ خب برای اینکه شوهرمه. شوهرته؟ معلومه. مردی که تو جیباش خالیه ازش انتظار مردونگی نداشته باش. این حرفی بود که بابای خدا بیامرزم یادم داد. قدیمی ها راساسی مثلا های خوبی داشتن، میگفتم مگه سیب سرخ واسه دست چولاق خوبه. تصدقت برم، تو یه خورده روی خوش به من نشون بده تا من تمام ثروت روی پات بریزم. تو هنوز مرد فداکار ندیدی، مرد زندگی ندیدی، با آدم حسابی طرف نشدی. بیا و لطفی به چاکرت بکن، اون وقت ببین چه کارایی که واسط نمی کنم. اگه جلو بیای می کشم. خر نشو، گوش کن. چیزی نیست. زن بیچاره یه داشتم نصیحتش میکردم. خجالت بکش. بیایید بریم. عباس رضاقلی. بله. بیا. بیا برات میوه و غذا آوردم. ماشاءالله استاد. یه پسری ریز پیزه اینقدری. راجب کارم حرفی نزد. نه حرفی نزد. خار بر سر دیپا دارد. ها ها ها. زبه بسه. آقا رو باش. واسش میوه آوردن. خب باید هم واسش بیارن. راستی چرا واسه ما نمیارن؟ میدونی چرا؟ برای اینکه ما کس بره نهاریم. معلومه عزت آقا بی کس و کار. آره والا، آره والا. Thank you.
من زیب میخوام. یه خودی زیب بده به من. گوشه ایش بح 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 بح. میبینی چه پیران قشنگی برات فرستاده؟ آخ به قربون قد چم، فدای پیرهن چم. همون لباسی که از آمیرزا خواسته بودم. واقعا عالیه، خیلی دلم میخواد هی زیبه تو بکشم بالا، بکشم پایین، بکشم بالا، بکشم پایین، بکشم بالا. ولی خودمونی ما، هرچی آقا مردم رو اذیت میکنه تو سیاسوخته پدرشو در میاری. مگه نیست جنگولی؟ من آقا رو خیلی دوست دارم. آره ارواح پدرم تو گفتی و منم باور کردم. تو آقا رو دوست داری یا پولاشو؟ خب پولاشو بیشتر از خودش دوست دارم. قربون تو آدم چیست هم برم الهی، واجب شد که یه ماچی از اون لپوت بکنم. ای خیلی ازرائیلو چی کار داری میکنی؟ کاری نمیکردم، رفته بودم تو گوشش تعریف شما رو میکردم. شیطونه میگه بزنم سر و کلشو له و لبرده. شیطون به گوره پدرش خندیده؟ او عزیزم خواهش میکنم عصبانی نشو، من هیچ کس رو به اندازه ای تو دوست ندارم. منم دگوره تو گم کن، دگوره بیرون. برای چی منو بیرون میکنی؟ تو چشم کنشم، دگوره بده به کارم برسم. بایل آقا بابا قربونی برم الهی، بدا چم عزیز جون، از این پیرن خوشگلی که وسط خریدم و فرستدم خوش دوزم. چیزی که تو بخری میشه بد باشی. سلام. سلام آبجی، حالت چطوره؟ ای بد نیستم، دیروز رفته بودم خونه ی اسدالله برای کار شوهرم. خب چی گفت؟ آدم پست و بی‌شرفتی. حیف اون دختری که اون داره. ببین نه راجی، من خودم فردا صبح میرم پیشش، راجع به عباسم باش صحبت میکنم. مطمئن باش من فقط واسه خیرخواهی و نودوسی میخوام این کار انجام بگیره. میگه چیکار کنم؟ آها، بدهیشو قسط به من، یه کاری هم بکن میزه سلا که از زندون آزاد بشه. بذار اونم به زن و بچهش برسه، خدا رو خوش نمیاد. من تا دینار آخر پولم رو ازش نگیرم رضایت نمیدم. بفرمایید چه این؟ بذار همون تو بمونه تا قدر عافیت رو بفهمه. اگه به دنیا آخرت عقیده داشته باشی باید بدونی که خداوند نزول خوری رو حرام کرده. بله، ولی خدام نگفته که من پول زبون بستم و بیارم دو دستی تقدیم آقا بکنم. کاملا درست. الو، خدام نگفته که من پولی رو که با چه زحمتی با خون دل به دست آوردم بدم، حرف بدم بشنوم، کتکم بخورم. وای آدم اگه یه خورده رحم و انصاف تو دلش باشه بد نیست. قسم خدا رو فراموش نکن، هر کاری تو این دنیا بی مکافات نمیمونه. گوش کن آقا خلیل، این خواهش و تمناهای تو بی خود نیست، حتماً کاسه ای زیر نیم کاسه است، نکنه گلود. منظور چیه؟ من میدونم تو برای چی سنگ اونو به سینه میزنی، حتماً دلت پیش زنش گیر کرده. اگه یه دفعه دیگه از این حرفا بزنی قومتو با دندونام میجوام و یه مش مردم بیگناه از شرت راحت میکنم. بگویم چاره غم از که
که بجویم. دل به خدا مهر و وفا از کس ندیده، در غم او دل چه کشیده. شادمی دوری شکوه ی دل قصه ی دل با که بگویم از که در من بجویم. در غم و غیر صبوری می کشدم دوری شکفه ی دل قصه ی دل با که بگویم از که در من بجویم. اون یکی میاد خواسته کاری میگه؟ نه نمیدون. اکبر. بله اکبر. بگو بله. ببین اینجا. بگو بله امیر خانوم. بگو بله. بگو بله. بله امیر خانوم. برو به مریم بگو بیاد اینجا. آی بچه اکبر رفته. خدا کنه این معامله جوش بخوره. مسئله پوله، پول باید رازیش بکنه. شاید زینجوری داره خونه را میزنه. با من کار داشتی پدر؟ بله ده بله. بفرمایید بفرمایید بشینین خواهش میکنه. یا الله والا یه خبر خیلی خوشی برات دارم. چیه پدر؟ آها ممدلی خان صرافو که میشناسی؟ آره میشناسم. اون تو رو خواستگاری کرده. یعنی اون؟ اون که سن بابا بزرگ منو داره. ولی در عوضش تا دلت بخواد پول داره. پول؟ پدر من شوهر نمی کنم. چه؟ یعنی چه؟ میخوای تو خونه بیخ ریش من بمونی؟ بی عقل بی شعور؟ من ترجیح میدم تو خونه بمونم تا اینکه زن اون پیرمرد خرفت بشم. چه؟ بچه نشو دختر، تو باید شوهر کنی. من هر وقت که دلم بخواد شوهر میکنم. نکنه زیر سرت بلند شده. ده حرف بزن. کسی رو دوست داری؟ آره. کیه؟ جمال، جمال برادر خلی. من اون همدیگر رو دوست داریم. خفش دختر یا گیس بریده. رفتی با دشمن من روی هم ریختی؟ اگه یه دفعه دیگه بفهمم با این پسر حرف زدی من میدونم. و تو جوان مرد مرده یه زن شده و دی
شدی دختره ی احمق، تو به چه جرعتی زندگی پدرت آتیش میزنی؟ تو فون رود بیاد گیس بریده. بذار بسوزن، شاید با شعله های اون قلب سنگ تو پدرم آب بشه. بسوزن؟ تو خیال میکنی من اینا رو مفت و مجانی به دست آوردم؟ تو نمیدونی من برای هر دینارش چه خون دلی خوردم، چه زجر های کشیدم تا اونا رو به دست آوردم. من فقط میدونم که تو برای هر دینار این ثروت خانواده های بیچاره رو به خاک سیاه نشوندی، اونا رو به زندون انداختی. فهمیدی پدر؟ وقتی من مثل یه توپ تو پای همین مردم لگد مال میشدم تو کجا بودی؟ وقتی منو مثل زباله زیر دست پاشون له میکردن تو هنوز به دنیا نیامده بودی. آره، اونا تو کوچیکی به من رحم نکردن، منم به اونا رحم نمی کنم. فهمیدی؟ و تو با این فکر احمقانت نمیتونی تو این دنیا زندگی کنی. تو یه دیوونه‌ای، یه دیوونه خطرناک که باید با دستای خودم خلاصش کنم. بکشمش. تو وامونده باید شدی دردنم به این روز میامده. حالا این دکتر خوب دندون میکشه یا نه؟ تو نمیری خیلی عالی؟ ببینم نکنه یه وقت پول بولی چیزی؟ نه جونم نه عمرم، سقشو از پول برداشتم. اون تمریه، تمر رو بهتر از پول دوست داره. حالا ببینم اون تمرا رو امرا دو بردی یا نه؟ آره بابا. آی مردم. نوبت شماست، بفرمایید. خدا آمارم. ای خدا جنم. بفرمایید. خواهش میکنم بشینین اینجا. آقای دکتر مردم. اجازه بده این از سرتون باز کنم. این چیه به صورتتون باز کنید جا؟ آقا جان اینه بگیر. بگیر جنم. مردم. دهنتون رو باز کنیم. باز حرکت نکنین خواهش میکنم، همینطور باشه تا آمپولیشو بزنم. ناراحت نباشه، همین الان تموم میشه. یه وقت دندون تمامو نکشید. شما شلوغ نکنید، خواهش میکنم. الان راحت نکنید. تموم شد. اینا این دندونتو نگاه کنید. ای خیلی جغونی. اگه احساس درد کردین از این قرص میسیدون روزی دوتا میل بفرمایی، دردش به کلی برطرف میشه. چشم آقای دکتر، اطاعت میشه. بده با اون تمداره ببینم. بفرمایین آقای دکتر، بذارین یه چند تایشو بلند کنم واسه دفعه دیگه که خواستم دندون بکشم. بفرمایین. بس خلیل، این زمین برای جاده است، رو به ترقیه. من برای خودت میگم، هنوزم دیر نشده، میتونی معامله نکنی. میدونم، ولی پولش لازم دارم. میل خودت. انشالله که خیرشو ببینی.
بیا. راسیوس خلیل، اگه اشتباه نکرده باشم پولا رو برای زیارت خونه خدا میخوای، اینطور نیست؟ نه، من فعلا از زیارت خونه خدا منصرف شدم، پولا رو برای یه امر خیر میخوام. حتما عروسی برادرته. نه میدونی برادر، با این پولا میخوام یه مرد بدبختی رو از زندون آزاد کنم، چون زن و بچهش خیلی پریشون هستن. اوس خلیل، خدا این کمک شما رو بی اجر نمیذاره. احتیاجی به کمک اون ندارم، میفهمی چی میگم یا نه؟ به لطف و محبت یه جوان مرد رد میکنی؟ آره، من حاضرم تمام عمرم تو زندون بمونم و از این آدمای دست و دلباز چیزی نگیرم. گوش کن زیبا، برو پیش اسدالله، به هر ترتیبی شده ازش خواهش کن که من از زندون آزاد کنه. نه، من پیش اون نامرد رد نمیرم. اگه منو دوست داری، اگه دلت میخواد که من از اینجا نجات پیدا کنم، این کارو بکن. وقت اون شده. چشم. من دیگه میرم. خداحافظ. خداحافظ. عباس رضاقلی. بله. تو آزاد شدی. باشا بیا تو دفتر لباس رو تحویل بگی. آزاد. آقا خوشحال شدم. موفق باشی. قربونت برم. تبریک میگم. قربونت تو. خیلی ممنون. قربونت. خداحافظ. ان شاء الله شما هم آزاد شدید. خوش اومدی. خوش اومدی. امیدوارم موفق باشی. لا 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 لا. زهره. دخترم. بابا جی کجا رفته بودی؟ رفته بودم مسافرت دخترم. چرا اینقدر دیر کرد؟ آخه اونجا راش خیلی دور بود، نتونستم زودتر بیام. ماما خیلی برات گریه کرد. زیبا؟ ماما نیست. نیست؟ کجا رفته؟ رفته برام شیری بخوره. برات شیری بخوره؟ آره، او خیلی چیز برام خریده. نگاه کن اینا رو کی برات خریده؟ ماما میگه اینا رو اما خلیل برام خریده. آره، من و ماما خیلی عمو خلیل رو دوست داریم. عمو خلیل اینجا اومده؟ نه، اما مامان هر روز میره پیشش. خیلی خوب زفر جون، تو بخواب، من الان برمیگردم. من یه کار کوچیکی دارم، بابا زود برمیگردم. منم رو خودت ببر. نه جونم، استراحت کن، من الان برمیگردم. بازم دیر میای مامان. نه جونم، زود برمیگردم. بابا جی، بابا جی، تو رو خودت نرم، من رو خودت ببر. بابا جی، من رو میخوام بیا بابا. نه، باقرا
باید یواش یواش انداختش تو هلو. آمیرزا زیبا خانم اومده. زیبا آه زن عباس رو میگه. آره ببرش تو مهمون. تو من بیا تو مهمون خونه. آره ببره به روی تک تک چشام. حالا موقعشه دوباره آهوی وحشی به دام ما افتاد. گذار پوز به بازار دباغ ها افتاد. بفرمایید اونجا بفرمایید بشینین. همین الان آمیرزا میان خدمتتون. باور کنید سرشون توی حساب گیر کرده. الان میان. بفرمایید بشینین دیگه. بدینش به من. خواهش میکنم بفرمایید. سلام. به به بفرمایین. خوشحالم که بازم شما رو میبینم خانم. من به میل خودم پیش شما نایمدم. میدونم شوهرت وادارت کرده. اون از تو خیلی عاقل تره. خیلی هم زرنگ تره. میدونه راه و چاه زندگی چیه. من اون قدرام که میگن آدم بدی نیستم. یه خورده که با من معاشرت کنیم ازم خوشت میاد. میفهمی جونم؟ من اومدم از شما خواهش کنم که میدونم خواهشت چیه. تو رو به خدا سر صدا نکن یا بیشتر سر صدا نکو خواهش میکنم. شوهرتو آزاد میکنم. هرچی بخوای بهت میدم. تو رو خدا بلند شو. چشماتو وا کن. مریم خانم. بله. مریم خانم بلند شیم بیاین. اوضاع به هم ریخته. زودتر عجله کنیم. نه من اونو نکشتم. زنگ مجانی گیره بردی؟ سلام مریم خانم. اداد برست کمک کن. نمیدونی چه بردم گیر کردی. چیه؟ موضوع خیلی مهمه. خیلی بخیر. موضوع چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ جریان علی شده. جریان چیه؟ خیلی خوب خیلی سالی یا نیست روز خلی. بریم تو برای تعریف بکنم. خیلی خوب. بیاین تو بعد بگیر چه اتفاقی افتاده. اومدیم بودی یه بابا از کجا مریم خود این کار منو کردی. سب کن ببینم چی شده. آخه بگو ببینم چی اتفاقی شده. حتما عباس از زندون آزاد شده و اومده پیش پدرت که بگه. نه بابا اون نه. من خبری از عباس ندارم. موضوع یه چیز دیگه است. چی؟ من که امروز تمام بدهی اونو به صندوق پرداختم. اون باید تا به حال آزاد شده باشه. شما دارین راجع به عباس صحبت میکنی؟ اما من از زنش. زنش چی شده؟ چرا لا شدی؟ اون کشته شده. کشته شده. ایجاد خدا بیان. چی دارین میگین؟ مگه عقلتونو از دست دادین؟ بله به دست آمیرزا کشته شده. باور کنین حقیقت داره. خودم دیدم آمیرزا اونو کشته. خدا اگه این موضوع حقیقت داشته باشه باید خودش افتاد سرش رو بزنه.
من هیچ تقصیری ندارم. من که نمیخواستم اونو بکشم. آخه بگه من آدم کشم. من هیچ تقصیری ندارم. این چه بلایی بود به سرم اومد. خودم هم نمیدونم. حالا تو بگو. تو بگو من چه خاکی به سرم بریزم. باور کن اون خودش مرد. من حاضرم به شما پول خوبی بدم. به شرط اینکه سر صدای قضیه رو در نیارید. قبول میکنید؟ خواهش میکنم به من رحم کنید. هرچی بخواید بهتون میدم. باشه، ما که همیشه کارهای شما رو انجام میدیم. قربونت برم. اینم روش. آره. دیر رو جمعی سر رو کنم تو الان گوشه این زمین رو بودی و اون معلومی چه کارهایی که میره میکنم دومش گرده میشکنم کشتیش دون یا دست تو خلاص شده آخه بعد بزرم نمیشه دیر رو جمعی سر رو کنم تو الان گوشه این زمین رو بودی و اون معلومی چه کارهایی که میره میکنم دومش گرده میشکنم کشتیش دون یا دست تو خلاص شده اومدم ازت انتقام بگیرم انتقام خانواده‌ای رو که به دست تو بدبخت شدن انتقام بچه‌های یتیم بچه‌های بی پدر و مادر زنای بی شوهر شوهرایی که به دست تو گوشه زندون افتادن نه من نکش این کار نکن دیوونه نشو بیا هرچی پول بخوای بهت میدم بگی این پولم مال تو همشو بردار پول بگیرش بازم پول دارم بازم دارم بازم بهت میدم به من رحم کن منو نکش من پول خونم رو بهت میدم خون منو نریز من هرچی پولش بشه میدم خون تو برای من دیناری ارزش نداره نه نکش من نکش Thank you.
من تو رو کشتم تا اجتماع از شرت خلاص کنم، اما به کیفر گناهی که مرتکب شدم خودم مجازات میکنم. حتی بارا بارا بیا کی فسقه نیم حتی میدم آره احتیم آزاد شدیم شانم که تو آزاد دیم بکش تا به دهی منو داری؟ آره دیگه اون داده آره باز از تو باعث به هم زدن خانواده من شدی ها؟ میکشم اکی اجازه دیگه آزاد شده بابا تو کار میکنی اجازه ما چرا با هم دیگه دعوا میکنیم بابا دعوا اشتباه میکنی تو از هیچ چیز با خبر نیستی هیچ چی نمیدونی آره آدم بدی هستی اگه اینا هم دیگر میکشتم ممکن بود بمیدن من دارم حرف بزنم سرور این مرد شوهر همون زنه بدبخته امروز از زندان آزاد شده چه اتفاقی افتاده موضوع در کلانتری معلوم میشه هیچ کس وارد ساختمون نشد آقا بیدار شدم بفرمایید جناب سرور جناب سرور نه به خدا من اونا رو نکشتم جناب سربان باور کنین باور کنین من هیچ تقصیری ندارم من اصلا روحم هم از ماجرا خبر ندارم جناب سربان اونا کیان چی شده حرف بزن الان میگه جناب سربان جناب سربان من همین الان اومدم رفتم تو اتاق دیدم دو تا جسد تو اتاقه ادامه بده یکیش آمیسا بود بله یکی دیگهش نتونستم بشناسم یعنی نگاهش نکردم چه چپ بوده دو تا دیگه مستورا رو کشتم اصلاً رو کشتن؟ اون تو دیدن؟ باران همه اینا رو من اینشالا به زمان بیا بیا بره پشتنه دلم کن بسته جانش آروم باش خواهش میکنم زیبا خانم الان آقای دکتر میاد ناراحت نباش جانم ناراحت باش استراحت کن از این بخواب بچم کجاست؟ آروم باش من بچم رو میخوام من بچم رو میخوام بفرمایی قربان متشکرم صدفان علی صادقی افسر نگهبان خواهش میکنم بفرمید بله خب خب زنده است کدوم بیمارستان همین الان یه مامور میفرستم بیاد اونجا بله 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 خوشحال باشید همسرتون زنده است دو نفر آبرونو در خارج شهر پیدا کردم و الان در بیمارستان بستریه حالش هم خوبه باور کردنی نیست خدا نخواستون بمیره خلیل من درباره تو اشتباه کردم برای این سوی زنی که پیدا کرده بودم خودمو مقصر میدونم این چه حرفیه میزنی تو بهترین دوست من هستی قربونت خدا سر روشت ما این جناب سروان این بچه گم شده پدر مادرش معلوم نیست کیه بچه رو با خودتون ببرین بیمارستان تا مادرش رو ببینیم آقای دکتر بذارین من برم خونم بچم تنهاست من دیگه حالم خوب شده نه خانم شما باید استراحت کنین تا حالتون بهتر بشه ما وضع شما رو به کلانتری اطلاع دادیم اونا خودشون اقدام میکنن پس من امروز میتونم برم حتما خاطر جمع باشین حالا استراحت کنین خانم
خوشحالم که تو رو سالم میبینم. مثل اینکه دارم خواب میبینم. تو آزاد شدی بچم کن. ماما ماما جان دختر خوی دلم زارا جان ماما ماما مریض سرش درد میده. ناراحت نباش زیبا، تو حالت خوب میشه. همین امروز هم با هم میریم خونه. آه دختر ماما جان دلم بسته تنگ شده. کوچولو دختر نازنین خدایا شکرت دخترم. میگم بهتره اینا رو تنها بذاری. بریم ما تا قبل نیارم. قرار چند وقت دیگه عروسی مریم و جمال سر بگیره. تا اون موقع انشالله تو هم حالت خوب بشه.